خب برخی افراد تو این مملکت ما هستن، مثل این افراد که کارشون انگار فقط اینه که یه چند وقتی بار یه چیزی بگن برن تو مخ مردم و از پاپ کاتولیک ترن. حالا الان این آقای وریا غفوریه، این آقای حسن عباسیه، البته ایشون مساله مثلا ایران شهری و اینا بعضی وقتا میگه خوبه ها، ولی بعضی وقتا حرفاش خیلی خرابه. الان یه مطلبی گفته اینقدر بی ربط. الان ببینید شما دوزه بدید، اینم فردوسی پوره، این برخی از مسئولینه، این برخی از مسئولینه، اینم فردوسی پور و استیلیناس مال چند سال پیشه. این ویدیو رو من الان گشتم پیدا کردم، خود این ویدیو حسن عباسی هم تو تلگرام گذاشتم برای کسایی که میخوان دانلود بکنن. ایشون آقای حسن عباسی اومده مثلا یه تیکری بندازه مثلا به چیزینا، همین وریا غفوری اینا که مثلا این مسائل اخیر پیش اومده بود. ببین چی گفته، گوش کن. ببینید شما فوتبالیست دارید، فوتبالیست تو آبی و قرمز، این فوتبالیستا تا خر ببخشید عذر میخوام، ایشون فکر میکنه از پاپ کاتولیک تره در واقع. ببینم صدای این درست ده خامنه ای، با توجه به این که جامعه ما یک جامعه جوان هست و خب اینطور که به نظر میرسه خوشبخت. خب اوکی اوکی اوکی، خرم میخورن همیشه هم قرب. ببینید شما فوتبالیست دارید، فوتبالیست تو آبی و قرمز، این فوتبالیستا تا خرخرم میخورن همیشه هم غر میزنن، بالاترین ضریب ثروت رو دارن، بالاترین طرفدار و هوادار رو دارن، اما یکیشون لیاقت نداره شهید بشه، چون شهید زندگی نمی. چه ربطی داره واقعا، چه ربطی داره آیا عباسی، چه ارتباطی داره این موضوع؟ اون رشتهش اصلا کارش چیز دیگه ایه، فعالیتش چیز دیگه ایه. فوتبالیست مصلح اجتماعی نداری. این درسته، این میتونه درست باشه، این میتونه درست باشه، اما این بسنه اینکه شهید نمیتونه بشه این خیلی بیرم. نگاه نکنید اه به خدا یه فوتبالیستی هم از زنش چادریه یه حرف بیربط دوم اینه خدا یه فوتبالیستی هم از زنش چادریه یه کسی که آدمی باشه که زنش چادری و دیندار باشه اصلا نمیره دنبال فوتبال. شما مغالطه بزرگتر از این تو عمر ارسطو و افلاطون به مغزشون نمیرسید همچین مغالطه ای کشف کنن. کسی که زنش چادری باشه نمیره فوتبالیست بشه. اینه آیه عباسی، کسی که زنش چادری باشه نمیره فوتبالیست بشه. این منطق از کجا در میاد؟ من نمیفهمم. حالا بذار اینجا ببین، این مال جام جهانی چندین سال پیشه. اینطور که به نظر میرسه خوشبختانه تحصیل اول جوانان ما در حال حاضر ورزش کردنه، حالا یا ورزش کردن یا تعقیب کردن ورزش به طور جدی. حالا من میخواد اینا رو میذارم توی تلگرام، کسایی که خود کلیپ های خامش رو میخوان میتونن برن پیدا کنن آدرسش همین چیزی که بیدن. چون این جوانان خود به حال دوست دارن با ابعاد شخصیتی و رهبرشون بیشتر آشنا بشن. حالا این که هیچی، این درباره اینه که ما مثلا اون شبی که جام جهانی بوده ایشون یعنی مسئولین مملکت، مسئول برخی مسئولین داره میگه چه اتفاقی افتاد اون موقع. خیلی ندارم، یعنی در واقع هیچ کاریش ندارم و در جوانی هم فوتبال بازی نمی کردم، والیبال چرا اما فوتبال بازی نمی کردم. الان ایشون به فکرش نمیرسه چیزایی که حسن عباسی گفت مثلا به اینا بگه، بگه برید زناتون رو چادر بپوشید، چرا مانتو مثلا میپوشید مثلا، یا بگی شما لیاقت ندارید شهید بشید. در بچه جوان میشه که خیلی فرصت رو اینا پیدا نمیدونم، لیکن اون شبی که اون به صلاح بازی ایران و آمریکا بود، اون شب من نگاه کردم. البته حقیقتش این است که اون شب هم نمیخواستم نگاه کنم، تصمیم نداشتم چون دیر وقت بود، وقت خواب من، لیکن همچه که نشسته بودم روشن کردم و ناگهان مواجه شدیم با گل ایشون و دیگه خواب از سرم رفت. حالا نمیتونست بگی به جای این مثلا بگی شما لیاقت ندارید شهید بشید، این چه کاری دارید میکنید، الکی توپ بازی میکنید، یه توپ انداختید وسط خودتون رو مسخره کردید میدونید این بر اون بر. حالا بقیهش خیلی مفصله، یه چه کار بزرگی کردید که بلان 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 در حد اینایی که رفتن تو جام جهانی افتخار ملی کرد به وجود آوردن و انقدر بالا میبره که واقعا حد نداره. خیلی منطق بی خودیه که برخی از افراد مثل این برخی از افراد دارن. جدا از منطقش اگر مثلا
5 سال پیش، 2 سال دیگه، هر وقت دیگه ای باشه کسی بیاد این، حالا درسته گفتم ایشون مثلا حرف بنده همه طالب ایران شهری اینا که میاد میگه اینا خوبه، ولی اینه من تو خودم از مثلا دمان دبیرستان، دبیرستان جان مدرسه پنجم ابتدایی سال 82 3 اینا من نوارای ایشونو گوش می‌کردم، مثلا منطقش خوبه، نفوذ کلام داره، گرمای کلام داره فلان، و دیدگاه مثلا ایران شهری هم که داره خوبه، خودش هم آدم مذهبی مثلا چیزی نیست مثل رائفی پور و فلان، ولی این منطق، منطق ایرادداریه، منطق مغالطه آمیزیه. اینکه کسی که زنش چادریه نمیره فوتبالیست بشه، یا کسایی که فوتبالیستن زنشون چادری نیست، این یعنی اگر شما برید افلاطون رو پیدا کنید از تو قبر بکشید بیرون با چرخ خیاطی، این مطلبی که ایشون گفت، تو مطلبی که آقای حسن عباسی تیکه که انداخت این وریاقه، حالا مثلا نمیاد بگه من چون شما سیاسی هستید و مثلا یه اعتراضاتی کردی و مثلا رات ندادن دیگه به استقلال، من با تو مخالفم، نمیاد بگه من با تو مخالفم، میاد یه همچین مغالطه یو تر میکنه که به افلاطون از تو قبر بکشی بیرون چخیاتی ولی نبری، این مطلب رو بهش بگید مثل خردادیان میلرزه به خودش. از این مغالطه نیست، این سفسطه است، سفسطه وحشتناکه. حالا فرق مغالطه و سفسطه هم بعدن یه روز میام توضیح میدم. این بدبختی ماست تو این مملکت. بدبختی ندارم من تو این مملکت، من مملکت دوست دارم، ولی این افراد با این بد موقع کاریاشون، با این حرفایی که بد موقع میزنن، خود این حرف مثلا تو شرایط عادی باشه میشه در موردش بحث کرد فلان، من مثلا ممکن موافق باشم از جهاتی فلان، که مثلا اینا پول میگیرن، مثلا فرهاد مجیدی بهش پول میدن بدو بدو میره امارات، یا مثلا هر کسی دیگه، یا مثلا حالا این اینا مثلا قابل چیزه، اما الان تو این شرایط این شکلی این شکلی بیاد حرفای تو مخی بزنه آدم، خیلی فجیعه این کار. فعلا همین، خدافظ، شب بخیر.